درود به شما عزیزان جان. در این ویدیو ابتدا می‌پردازیم به حمله اسرائیل به پایگاه شبه نظامیان وابسته به سپاه در سوریه. در ادامه خبر مهمی داریم از اعلام تروریستی بودن سپاه پاسداران در پارلمان کانادا. و در پایان می‌پردازیم به جنگ خیابانی زنان با جمهوری اسلامی. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی رو متحمل شدند. اگه محتوای ما رو میپسندید، لطفاً برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید. حمله هوایی اسرائیل به پایگاه شبه نظامیان النجبا در دمشق. منابع خبری از حمله هوایی اسرائیل به پایگاه شبه نظامیان النجبا وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جنوب دمشق خبر دادند. این حمله بامداد پنجشنبه صورت گرفت و کانال تلگرامی النجبا مدعی شد فقط خسارت مادی بر جای گذاشته و تلفات جانی نداشته است. منابع اسرائیلی میگویند محلی که هدف قرار گرفت یکی از ستادهای فرماندهی این گروه بود، اما خبرگزاری تسنیم ادعا کرده دفتر رسانه‌ای و فرهنگی النجبا در زینبیه دمشق هدف قرار گرفته است. منطقه زینبیه از مناطق اصلی استقرار سپاه قدس و سایر شبه نظامیان وابسته به سپاه پاسداران از جمله حزب الله است. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد حمله هوایی اسرائیل به یک مرکز آموزشی بوده است. ناظران معتقدند برخی شیوه‌های تاکتیکی در عملیات هوایی اسرائیل بعد از عملیات مرگبار 7 اکتبر حماس علیه شهروندان این کشور تغییر کرده و اسرائیل بیشتر روی هدف گرفتن مرکز فرماندهی و حذف مستقیم فرماندهان میدانی سپاه قدس و شبه نظامیان متمرکز شده است. ساختمانی که از روی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بخش کنسولی سفارت در دمشق خوانده شده، روز دوشنبه 13 فروردین 1403 هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت. در این حمله دست کم 13 نفر کشته شدند که 7 نفر از آنها اعضای سپاه قدس، از جمله سردار محمد رضا زاهدی معروف به حاج حسن مهدوی و سردار محمد هادی حاجی رحیمی بودند. تصویب دوباره تروریستی بودن سپاه پاسداران در پارلمان کانادا. افزایش فشارها به جاستین ترودو. مجلس عوام کانادا با اکثریت مطلق آرا طرح تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تصویب کرد. به گزارش CBC، نمایندگان مجلس عوام با 327 رأی موافق و بدون هیچ رأی مخالفی این طرح را تصویب کردند. طرح قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی که پیشنهاد کمیته دادگستری مجلس نمایندگان بود برای اجرا مستلزم تصمیم نهایی جاستین ترودو نخست وزیر کانادا است. دولت جاستین ترودو برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی کانادا با فشار زیادی از سوی احزاب آن کشور روبروست. این فشارها پس از حمله موشکی و پهپادی سپاه به اسرائیل بیشتر شده است. علاوه بر احزاب کانادایی از جمله حزب محافظه‌کار، دولت اسرائیل و همچنین مخالفان دموکراسی خواه جمهوری اسلامی نیز از ترودو خواستند تا سپاه را تروریستی اعلام کند. یکی از گروه‌های ایرانی که خود را مدافع قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی معرفی می‌کند، انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 هستند که در حمله موشکی سپاه پاسداران پس از برخاستن از فرودگاه تهران در 8 ژانویه 2020 سرنگون شد و همه 176 سرنشین و خدمه ی آن جان باختند. حامد اسماعیلیون عضو این انجمن با اشاره به اینکه مجلس عوام کانادا برای دومین بار در 6 سال گذشته طرح تروریستی شناختن سپاه را تصویب کرده گفت زمانش رسیده که دولت کانادا بالاخره این طرح را اجرا کند و همان نامی که سپاه لیاقتش را دارد بر این نهاد بگذارد. جاستین ترودو در جریان مراسم بزرگداشت قربانیان این پرواز مدعی شد دولت او به دنبال راههایی است تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مسئولانه در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد، اما مخالفان دولت از جمله در حزب محافظه کار و همچنین ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی ترودو را متهم میکنند که او اساسا موافق تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران نیست و حتی وی را مانعی برای اجرا شدن این تصمیم میدانند، هرچند که در ماههای اخیر شماری از عوامل جمهوری اسلامی و افراد مرتبط با سپاه با رأی محاکم قضایی این کشور از کانادا اخراج شدند. پارلمان کانادا پیشتر در سال 2018 به تروریستی بودن کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رأی داده بود، اما دولت این کشور از شناختن این نهاد به عنوان یک سازمان تروریستی خودداری کرده، هرچند سپاه قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی کانادا قرار داده است.
بسیاری بر این باورند که کانادا معمن به حیات خلوت مقامات جمهوری اسلامی و خانواده های آنهاست که با پول بادآورده والدین خود به تجارت و کمک به جمهوری اسلامی مشغول هستند. حامیان رژیم ایران و قاسم سلیمانی در سالگرد کشته شدن وی مراسم عزاداری نیز در خیابان‌های تورنتو برگزار کردند. روزنامه کیهان جنگ خیابانی با زنان مخالف حجاب اجباری را اقدام خداپسندانه خواند. در ادامه واکنش‌ها به جنگ خیابانی جمهوری اسلامی با زنان، حسین شریعت مداری، نماینده علی خامنه‌ای و مدیر مسئول روزنامه کیهان برخوردها برای تحمیل حجاب اجباری را اقدام خداپسندانه خواند. شریعت مداری در سرمقاله روز پنجشنبه 20 اردیبهشت روزنامه کیهان ضمن تاکید بر ضرورت برخورد با زنانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند نوشت: آیا پیشگیری از کشف حجاب در انظار و اماکن عمومی، کمک رسانی و یاری به زنان کشف حجاب کننده و اقدام خداپسندانه و بشر دوستانه برای نجات آنها نیست؟ ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در سفر به قم با بیان اینکه اسلام و شرع وجوب حجاب را حکم می کند و ما هم موظفیم نظر اسلام را عمل کنیم گفت: اگر کسی هم میگوید اعتقاد من مثل شما نیست، اشکالی ندارد. کشور بر مدار قانون میچرخد و همه باید به قانون پایبند باشند. عباس علی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران، روز چهارشنبه 19 اردیبهشت با اشاره به اجرای طرح نور و ادامه تحمیل حجاب اجباری به زنان گفت: همه ماموریت‌های محوله در تهران از اهمیت ویژه برخوردار است، اما شاهبیت این ماموریت‌ها طرح نور است. او درباره دلایل اجرای دور تازه برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری گفت: این طرح پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در دستور کار پلیس قرار گرفت. دور تازه برخورد با شهروندان معترض به حجاب اجباری از روز 25 فروردین و پس از سخنرانی تأکیدی علی خامنه ای آغاز شد. تا این مدت گزارش های متعددی درباره برخورد های خشونت‌آمیز با زنان و اعمال آزار و اذیت جنسی ماموران علیه برخی شهروندان در اجرای طرح موسوم به نور منتشر شد. در یکی از آخرین برخورد ها ویدیویی در روز چهارشنبه نشان می دهد ماموران انتظامی گشت ارشاد چند زن را به خاطر پوشش آنها متوقف کرده و با وجود داشتن حجاب اجباری یکی از آنها را بازداشت می‌کنند. حیدر محمدی، رئیس سازمان فضا و داروی ایران، روز دوشنبه 17 اردیبهشت اعلام کرد داروخانه‌ها ملزم به پیروی از سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی هستند و در صورت تخلف پرونده آنها در اختیار مراجع قانونی قرار خواهد گرفت. پس از آن هادی افتپور، رئیس شورای عالی داروخانه‌های ایران، در واکنش به احتمال کاهش سهمیه داروخانه‌ها به دلیل تن ندادن زنان به حجاب اجباری گفت: هنوز هیچ دستورالعملی در زمینه ارائه ندادن خدمات به افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند به دست این شورا نرسیده است. بخوتپور تأکید کرد اگر منظور رئیس سازمان غذا و دارو رعایت شدن حجاب بیماران و مراجعه کنندگان به داروخانه ها باشد، چنین کاری از داروخانه دارها ساخته نیست، چون وظیفه آنها تنها ارائه دارو به بیمار مستأصل است. عمادالدین باقی، روزنامه نگار و فعال سیاسی، روز 20 اردیبهشت در یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: وقتی ارائه خدمات پزشکی در بیمارستان یا خدمات دارویی منوط به رعایت حجاب شود، این کار به معنای گروگان گرفتن جان و سلامت شهروندان برای اجبار نامشروع و تحمیل یک مسببه خلاف شرع و خلاف عقل و وجدان است و این یعنی سیستماتیک شدن جرم که توسط نهادهای دولتی اعمال می شود. طرح موضوع ضرورت رعایت حجاب اجباری در داروخانه ها در حالی است که به گفته رئیس انجمن تالاسمی ایران از سال 1397 تا امروز 1100 بیمار مبتلا به تالاسمی به دلیل در دسترس نبودن داروی مورد نیازشان جان باختند. در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی از پلمب برخی داروخانه‌ها در شهرهای مختلف کشور به دلیل نداشتن حجاب از سوی پزشکان، کارمندان یا مراجعان منتشر شده است. احمد عابدینی، استاد حوزه‌های علمیه قم و اصفهان، با صدور اطلاعیه‌ای از افزایش برخوردها برای تحمیل حجاب اجباری در جامعه انتقاد کرد. او گفت: این برخوردها موجب نفرت جامعه از اسلام، مفتی و مجری می شود و باور اسلام ضربه می بیند. عابدینی با اشاره به نتیجه تحقیقات خود در حوزه دین مبنی بر اینکه چادر و حجاب آنقدر مهم نیست و امر به حجاب یک امر ارشادی است، تأکید کرد: حجاب با بحث عدالت و مال و خون مردم قابل قیاس نیست و برای تحقق یافتن آن نباید به جان و مال مردم تعرض شود. او در مرداد 1401 به دلیل اینکه گفته بود اجبار به حجاب در جمهوری اسلامی مانند اجبار رضاخان به برداشتن حجاب دارای نتیجه معکوس است، برای مدتی از فعالیت در فضای مجازی منع شده بود. غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس، روز اول اردیبهشت در گفتگویی با انصاف نیوز
درباره دور جدید برخوردها با مخالفان حجاب اجباری گفته بود. احتمالاً بخشنامه ای از بقایای قوانین دهه 60 ساختند و بر اساس آن این برخوردها را می‌کنند. از زمان آغاز دور جدید برخوردها با زنان مخالف حجاب اجباری، صدها زن به شکل خشن به دست ماموران در اماکن عمومی شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. با وجود این سرکوب‌ها، نافرمانی مدنی زنان که به طور گسترده پس از خیزش انقلابی ایرانیان از مهر سال 1401 آغاز شده است، همچنان ادامه دارد. خب همراهان خوب کانال، به پایان این برنامه رسیدیم. سپاسگزاریم که مثل همیشه با لایک و کامنت از ما حمایت میکنید. همچنین با زدن دکمه سابسکرایب از اخبار جدید کانال مطلع شوید. تا برنامه بعدی، بدرود.